چابهار، قلب تپنده تلاش در انبوه رگهای غیرت مردم بلوچ، در کنج گرم سرزمین آفتاب و آینه، خانه نعمتی به وسعت پهنه دشت کویر گسترانیده تا در شرجی محبتش بذرهای عشق زلفی به آفتاب گره بزنند و در خاک اهورایی سیستان و بلوچستان نهالهای زندگی به بار آورد. زمین‌های حاصلخیز چابهار به مدد همزیستی با دریای بیکران مکران و مهربانی‌های طبیعت مأوای مناسبی برای پرورش محصولات گرمسیری است و از پتانسیل‌های فراوانی مخصوصاً در حوزه کشاورزی برخوردار است. انبه، چیکو، پاپایا، کنار و موز محصولاتی هستند که در چابهار، یکی از جوان‌ترین شهرهای ایران، به عمل آمده است. و هر کدام به تنهایی توان تأمین نیازهای کشور و حتی صادرات به کشورهای دیگر را دارند. موز به عنوان یک میوه ارگانیک که در هر 12 ماه سال امکان برداشت آن وجود دارد و میتوان اثرات مناسبی در اقتصاد و سلامت جامعه داشته باشد، حدود 60 سال پیش در بلوچستان رویید. این رویش در نتیجه تبادلاتی میان پاکستان و سیستان و بلوچستان صورت گرفت. در آن دوران تجار منطقه به پاکستان خرما صادر میکردند و از آنجا محصولاتی مثل برنج، ادویه و موز وارد می کردند. تا جایی که رفته رفته نهال‌های موز جایگزین میوه آن شدند و در دل خاک بلوچستان آرام گرفتند. آرامشی که شور و هیجان کار به سواحل بلوچستان هدیه کرد، جوانانی که برای کار راهی شهرستان‌های دور و نزدیک شده بودند را به زادگاهشان بازگرداند. اشتغال مستقیم دائم صنعت موز به ازای هر هکتار 3 نفر و اشتغال غیر مستقیم آن 1 تا 2 نفر به ازای هر هکتار است. بدین معنا که برای این صنعت بیش از 10,000 فرصت شغلی ایجاد می کند. این حجم از اشتغال زایی در کنار ایجاد مشاغل جانبی و مبتکرانه جوانان خلاق بلوچ لزوم توجه به این محصول بین المللی را بیشتر عیان می سازد. بیم داشتن ایدا، ایدا مال علاقه مثلاً ما را گموزا پیدا بیتا. یه گلدانی که مثلاً شما را گوشت که قبلا که داخل گلدانه که ما کشت کو، آماره لیک شما را گوشت گلدانه که کشت کو، یه موز مثلاً یه اندازه مثلاً یه کرده که مثلاً بالاتر بی، مثلاً که شاوردان دیان، مثلاً کشتی کنن. یه موز معمول که سازگاری منطقه گرمی سیریه. بهترین موزا خوشای بهترین خوشیان دانتی از لازلازه ها باوی اون خلاصه یه موز ما ملکا جواب دانتی موز مثلا 4 رقم بیتین قبلا انجام دادتگان والری ویلیامز کاوندیش گران نین ان نیاد رقم جواب نداده فقط یه رقمی که کاوندیشینش جواب داده
اندیشه که ماشمه که یه چیز ماشمه از مدره گوستم موزه یه ها مثلا توضیحاتی که هسته ماشمه را دور دادن. شما اگر شما پکش به بچاره این گوانگو اگر سوالی چیزی ایرادی چیزی مثلا سوالی جستش شما را هستین من در خدمتون شما پکش بین. به نام خدا زبیر عباسی هستم، دانش آموز سال سوم یونیورسیتی کشاورزی، رشتم کشاورزی. الان واسه آموزش کارورزی اومدیم 40 روز اینجا با اوکلا تایغات. ما بهترین زمین واسه کشاورزی داریم، اما از لحاظ امکانات خیلی ضعیفیم. از لحاظ مثلا دانشگاه نداریم واسه کشاورزی، دانشگاه کشاورزی نداریم واسه درس خوندن. این در حالی است که در حال حاضر از مجموع 500 هزار تن نیاز کشور حدود 100 هزار تن موز در چابهار تولید می شود. هرچند بر اساس پیشبینی ها چابهار با حدود 4500 هکتار سطح زیر کشت به تنهایی قادر به تأمین تمام نیازهای کشور در این زمینه می باشد. احداث کارگاه و کارخانجات از بهره برداری از فراورده های موز در منطقه می تواند به پویایی این صنعت کمک شایانی کند. با توجه به کیفیت مثال زدنی موز چابهار و کنارک، برنامه ریزی برای افزایش سطح زیر کشت و احداث کارخانجاتی از این دست قطعا می تواند زمینه های مناسبی برای صادرات این محصول فراهم آورد. در این میان اما پرورش موز در چابهار با معضلات و مشکلاتی نیز مواجه است. استان سیستان بلوچستان علی‌رغم اینکه گسترده هست، پهناور هست و چالش هایی رو داره، ولی از فرصت ها و ظرفیت های بسیار فراوانی در همه حوزه ها و بخشاش برخورداره، به خصوص در بخش کشاورزی. ما در بخش کشاورزی استان سیستان و بلوچستان در هر نقطه اون، در هر گوشه از استان از فرصت ها و مزیت های خاصی برخوردار هستیم و الحمدلله تلاش ها و برنامه های بسیار خوبی در مسیر توسعه استان و برنامه های توسعه اون صورت گرفته. در حوزه بخش کشاورزی یکی از چالش ها شاید بخش آب باشه. ما در استان سیستان و بلوچستان با مشکل نزولات جوی مواجه هستیم. کمترین نزولات رو داریم، چیزی حدود 100 میلیمتر. بیشترین تبخیر رو داریم حدود 4000 میلیمتر. ولی الحمدلله برنامه‌ریزی بسیار خوبی رو داشتیم در حوزه منابع آب و تأمین و ساماندهی منابع آب. برای تأمین منابع آب در کنار قنوات بسیار خوبی که ما داریم، بالغ بر 1200 رشته قنات رو در استان داریم، ما بحث بهره و جویی از منابع آبی غیر متعارف مخصوصا دریا رو که ما در سالش الان قرار داریم داریم و از برنامه جدی ما هست که انشاءالله بتونیم برای توسعه بخش کشاورزی اقدام کنیم. خشکسالی و کمبود آب یکی از مهمترین مشکلات پیش روی کشاورزان و باغداران چابهاری و کنارکی بوده است. شهر زرآباد با توجه به فاصله 5 کیلومتری تا دریا به علت فقدان دستگاه‌های آب شیرین کن با مشکلات کمبود آب مواجه است. به ویژه آنکه پروژه‌های سد سازی در این منطقه نیز با موفقیت چندانی روبرو نبوده است. علاوه بر آب، جاده‌های نامناسب برای انتقال محصول به بازارهای هدف تاکنون خسارات بسیاری به کشاورزان محلی وارد کرده است. واردات بی‌رویه و قاچاق موز از کشور همسایه و کشورهای حوزه خلیج فارس اما بزرگترین چالش پیش روی باغداران و کشاورزان سیستان و بلوچستانی است. چرا که تولید انبوه این میوه در پاکستان و ورود غیرقانونی حجم بالایی از آن به کشور باعث می شود قیمتهای داخل و خارج قابل رقابت نباشد. میزان واردات موز در سال گذشته بالغ بر 515 میلیون دلار بوده و این کالا در رتبه 12 کالاهای وارداتی قرار دارد. این در حالی است که تعرفه واردات موز در بسیاری از کشورها بسیار بالاست، ولی در سالهای اخیر در ایران تعرفه واردات موز در کمترین حد ممکن بوده است. در سال حدود 600 تا 800 هزار تن موز وارد کشور می شود که بخشی از این واردات به صورت قاچاق بوده و ضربه شدید به تولیدات داخلی می زند. دستا.
یکی از بنیادی ترین مشکلات پیش روی این صنعت در بلوچستان فقدان صنایع بسته‌بندی مناسب است. ناگزیر بسته‌بندی ها با برندهای خارجی برای ارسال محصولات باغ‌های زرآباد به سایر نقاط کشور استفاده می شود. نقصانی که باعث می شود مصرف کنندگان موز زرآباد ایران آن را به عنوان محصولی وارداتی از کشور پاکستان و لبنان بشناسند و این محصول هیچگاه جایگاه واقعی خود را در میان مصرف کنندگان پیدا نکند. این در حالی است که در صورت سرمایه گذاری مناسب در استان می توان از تنه و برگ همین درختان به عنوان مواد اولیه برای تولید بسته‌بندی های مناسب استفاده کرد. ساخت دستگاه کمپوست توسط جوانان خلاق ایرانی برای جلوگیری از هدر رفتن ضایعات موز یک نمونه از همین اشتغال ضایعه های مبتکرانه است. این دستگاه می تواند ضایعات موز را تبدیل به مناسب ترین کود برای پرورش موز کند و از آنجا که در منطقه بیش از دو برابر تولید ضایعات داریم و با توجه به فقر خاک منطقه این تولید ملی نقش مهمی در اقتصاد موز خواهد داشت. صنعتی که سالیانه بیش از 1,000 میلیارد ریال درآمدزایی برای سیستان و بلوچستان دارد. اما به نظر می رسد تنها راهکار مقابله با معضلات پیش روی این صنعت روی آوردن به اقتصاد مقاومتی است. اقتصادی شفاف همراه با موضعی مشخص در قبال پدیده‌های مانند خشکسالی، کمبود امکانات و قاچاق با عزم جدی همه قوا و مردم قطعاً راهگشای این مشکلات است. بنابراین برنامه‌ریزی صحیح برای تولید حداکثری با استفاده مناسب از تسهیلات بانکی مناسب به منظور رهایی از واردات و رهایی از وابستگی به نفت، کشاورزی را محور استقلال